درود بر شما دوستان و همراهان. در این درس می‌خوایم در مورد یکی از نکات بسیار مهم و همچنین یکی از اشتباهات رایج در استفاده از آف و آپاستروفی در مالکیت که در انگلیسی بسیار کاربرد داره صحبت بکنیم و با هم یک بار برای همیشه این مسئله رو یاد بگیریم و از این به بعد درست استفاده بکنیم. به طور کلی سه حالت برای استفاده از مالکیت در انگلیسی وجود داره. حالت اول حالتی است که اگر مالکیت چیزی، منظور یک شیء یا کسی، نسبت به شخصی و یا حیوان، کشورها و زمان باشه. در این صورت از آپاستروفی اس همراه با اسم شخص و یا حیوان و یا کشور و یا زمان استفاده می‌کنیم. چند تا مثال رو با هم مرور می‌کنیم تا خوب جا بیفته. مثال می‌خوایم بگیم کیف علی، کیفی که مال علیه. پس اول اسم علی رو میاریم، علی آپاستروفی اس مالکیتش رو تعیین میکنه، بگ، علیز بگ. خوندنش هم به همین صورته که دارید مشاهده میکنید و گوش میدید، علیز بگ. مثال بعدی میخوایم بگیم برادر مینا، مالکیت یک انسان نسبت به یک انسان، مینا آپاستروفی اس برادر، میناز برادر، میناز برادر. پس شد چی؟ برادر مینا. مثال بعدی میخوایم بگیم ماشین خواهرت، your sister apostrophe s car، your sister's car، your sister's car، ماشین خواهرت، your sister's car. مثال بعدی the boss apostrophe s wife، همسر رئیس، the boss's wife، the boss's wife. مثال بعدی میخوایم بگیم خانه خانم چنگ، Mrs. Chang apostrophe s house، Mrs. Chang's house، Mrs. Chang's house. مثال بعدی میخواییم بگیم لانه پرنده، گفتیم که اگر نسبت به یک جاندار یا حیوان باشه هم از آپاستروفی اس استفاده میکنیم، bird آپاستروفی اس nest، bird's nest، bird's nest، bird's nest. مثال بعدی میخواییم بگیم برنامه هسته ایران، ایران آپاستروفی اس نیوکلیر پروگرام، ایرانز نیوکلیر پروگرام، برنامه هسته ایران، ایرانز نیوکلیر پروگرام. مثال بعدی کنفرانس امروز یا درس امروز میگیم چی؟ today apostrophe s lecture، today's lecture، today's lecture، میشه کنفرانس امروز. مالکیت به نسبت یک زمان. مثال بعدی tomorrow apostrophe s meeting، یعنی ملاقات فردا، tomorrow's meeting، tomorrow's meeting. حالت دوم، معمولا اگر مالکیت چیزی یا شیئی نسبت به چیز دیگه یا شیء دیگه باشه
از of استفاده میکنیم. هرچند دیده میشه که در این مورد هم ممکنه از apostrophe s استفاده بشه. اما درسترش اینه که اگر مالکیت چیزی نسبت به چیز دیگه است یا شیعی به شیع دیگه است از of استفاده بشه. مثال the color of the pen، رنگ خودکار. The color of the pen، رنگ خودکار. The color of the pen. مثال بعدی the doors of my car، درهای ماشین من. My car که میشه ماشین من. The doors، درهای. دارید اشاره میکنید به درهای مشخص، از THE استفاده میکنید. The doors of my car. میبینید که داریم مالکیت رو نسبت بدیم به یک بیجان یا یک شی که ماشینه. The doors of my car. مثال بعدی قفل‌های گیت خروجی. The locks of exit gate. The locks of exit gate. The locks of exit gate. حالت سومی هم داریم که البته میشه گفت جزء مالکیت ها به حساب نمیاد و به صورت attributive nouns بهشون گفته میشه، بیان میشه، که خیلی کاربرد داره. یعنی حالتی که یک اسم در نقش صفت و به تشریح اسم دیگه و یا بیان ویژگیش میپردازه. یعنی حالتی که دو تا اسم پشت سر هم قرار میگیرن اما یکی از این اسم ها برای ویژگی اسم دیگه اومده. مثال race car. race car یعنی ماشین مسابقه. race car. race car. مثال sports car، ماشین sport. sports car. sports car. مثال ladies room، اتاق خانوم ها. ladies room. ladies room. مثال bean soup، سوپ لوبیا. bean soup. bean soup. مثال chicken soup، سوپ مرغ. chicken soup. chicken soup. مثال nuclear program، برنامه هسته‌ای. nuclear program. nuclear program. لطفاً در قسمت کامنت حتماً این سه تمرین رو بنویسید که ما بدونیم یاد گرفتید. تمرین یک، خودکار پیمان. خودکار پیمان. تمرین دو، درب خانه. درب خانه. تمرین بعدی، دختر زیبا. دختر زیبا. فراموش نکنید که در قسمت کامنت حتما مثال ها رو تکمیل بکنید و بنویسید. بدون شک تأثیر بسیار خوبی خواهد داشت در یادگیری خودتون و فهم کامل این درس. مثال ها رو حتما رونویسی بکنید، روخوانی بکنید با صدای رسا و تکرار بکنید که منجر بشه به یادگیری خودتون.
بسیار خوب دوستان، سپاسگزاریم از همراهی و حمایت‌های شما عزیزان. منتظر نظرهای سازنده شما در قسمت کامنت هستیم. لطفاً فراموش نکنید که با اشتراک ویدیوها اونها رو در اختیار دیگران هم قرار بدید تا بتونن استفاده بکنن. همچنین فراموش نکنید که برای دریافت درس‌های بیشتر و درس‌های آینده کانال انگلیسی به سابق خوردن رو حتماً دنبال بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید. بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. ایام به کام، خوش باشید.